با سلام و درود و درود مجدد خدمت هموطنانم، ادامه گزارش کارم در 8 سال گذشته. یه طرحی هست به نام طرح دراز مدت برای صادرات، پیشنهاد البته، همش پیشنهاد دوستان، همش پیشنهاد. ببینید در کشورهای مختلف جهت اطلاعات دوستان میدونن، من با یادآوری خودم میگم و بعضی نوجوانا و جوانایی که تازه وارد کار بشن، شما اگه همین فردا یک محصول تولید کنید که تمام کشورها بهش نیاز داشته باشند، با قیمت مناسب هم بهشون بدید از اون نمیخرند، چون تمام کشورهایی که وارد کننده هستن یه محصولی وارد میکنن بکنن، الان که شما واردشون بشید نمیخرند، چون اینا 3 سال کاراشون پیش خرید کردند، پیش بینی کردند، قیمت تموم کردند، از کشورهایی میخرن که ثبات قیمت دارن، تورمشون رقم ثابت هست، توان ارائهش دارن، دولتشون کمکشون میکنه و وسط کار بلشون نمیکنه که اونها وسط کار بل بشن، یعنی پاشون جایی میزنن که محکم باشه. وقتی شما بیاید رو صادرات دراز مدت کار بکنید، قطعا این مسائل در نظر میگیرید و الان که بخواید کارخونه بزنید برای 3 سال بعد قرارداد بستی، اونا وقتی میخوان با شما معامله بکنن از شما فیزیبل استادی میخوان، تایم تیبل میخوان، تر توجیه کاملتون میخوان، دستگاه ماشینالتون میخوان، از شما ظرفیتش رو میخوان، تمام به نوع بسته‌بندی رو میخوان، همه چی از شما میخوان، بعد بررسی میکنن، بعد با شما معامله میشن، برای کی؟ برای 3 سال یا 4 سال دیگه، بعد LC براتون باز میکنند، یعنی شما پشتوانه مالی دارید، LC رو میدید به بانک، بانک هم بررسی میکنه درست هست، به شما سرمایه میده، سرمایه درگردش کمکت میکنه. پس شما وقتی که اینا رو داشته باشید دیگه با ترس و لرز وارد نمیشید، اول نمیرید کارخونه رو بزنید تولید بکنید، بعد برو بازار بشید، این بازار موند، همه محاسباتت اشتباه در میاد. بعد چیزی که ما صادر کنیم باید ببینیم این جنس صادراتی ما کجا مشتری داره، اصلا میخوام وارد بازار بشم، قبل از بازار، قبل از اینکه بخوام تولید بکنیم باید برید وارد بازار بشید، بازار رو بشناسید، بنا به نیاز بازار باید کارشو بکنیم، کمیت و کیفیت اینا همه رو باید اون بسنجیم، با فرهنگ اون رو با مثلا بسنجیم، از اون کمک بگیریم، بعد تولید بکنیم، که متأسفانه در کشور ما همیشه توی 3-8 سال عکس این بوده، تولید کرده ساخته زده بعد دفعه بازار کسی نمیخره، که این دراز مدت برنامه دارم. بعد خدمتتون که روی صنایع را صحبت خواهم کرد، که روی صادرات باید ما بیایم لااقل 60-70% کارمون رو بای بک کنیم، رو ماشینا توضیح خواهم داد. طرح حمایت از بازاریان. بازاری ها قلب اقتصادی هر جامعه ای هستند. اکثر بازاری ها دانشگاه نرفتند، تحصیلات آنچنانی ندارند، اما از 100 تا استاد دانشگاه و تئوریسین اقتصادی حرفه ای ترند. من دوست داشتم، ایشون کارش سیگار بود، یه دفتر توی جردن گرفته بود، تازه ساختمون رو رفتم گفتم حاجی چرا دفتر به طرف کوه نگرفتی، به طرف خیابان مرکز شهر گرفتی که قیمت مناسب بود برات میشه بگیری؟ گفت نه، گفت من صبح میام دفتر اینجا میشینم، ساعت 8 صبح میام میشینم به خیابونا نگاه میکنم، به دود خیابونا نگاه میکنم، بر اساس اون دود و ترافیک قیمت تعیین میکنم. خوب دقت کنید، یه بازاری اینجوریه، اگر اختیار دست بازاریا بدیم، چون بازاری هیچ وقت به فکر این نیست که یک جنسی رو آنچنان بفروشه، نه، میگه من باید دراز مدت بفروشم، مشتری ثابت داشته باشم، جنس زیاد بفروشم تا سود بیشتر بکنم، نه با احتکار و این کارها، چیزی که در 38-90 شما دیدید. یه بازاری اصلا اینطور فکر نمیکنه، بازاری زنده است، باید حرکت کنه و فقط فکرش تو فروش بالاست، از فروش بالا خب سود بیشتری هم میکنه، مشتری بیشتری هم خواهد داشت. الان متاسفانه ما شورای اصناف نداریم، ما کسی که با بازاری هماهنگ باشه، که تو هر محله، مثلا تو یک محله 50 نفر زندگی میکنن، 30 تا سوپرمارکته، هر 30 تا ضرر میکنن، چون این محاسبه نشده است. مثلا برفرض 20 تا بنگاه معاملات ملکی، خب همش ضرر میکنن، چرا؟ مثلا تو یک محله 50 با یک معاملات ملکی باشه که مراجعه کنن و اینم بتونه رشد کنه، که اینا چیزایی است که تعریف شده در بحث‌های بازاری ها، که ان شاء الله اونها واقعا انسانای خیلی توانمند هستن، چون شم بازار
فطریه، ذاتیه. بعد میتونن کمک بگیرن از دیگران و توسعه بدن. طرح حمایت از صنعتکاران خرد و کلان. این طرح دولت خیلی میتونه کمکش کنه. چه اونایی که تولید کم دارن، چه اونایی که تولید بالا دارن. الان چینی که از کارهایی که میکنه، مثلا برفرض 500 تا کارگاه کوچیک هست، تولید داره میگیره، سازمانی داره که حمایت میکنه، میده به اونها، اونها صادر میکنند، از در کارگاهش تحویل میگیره. تولیدات کلان هم که مشخصش روش از کلان زیاده، اما دولت برای همه اینها یک چیز در نظر میگیره: مالیات پایین و نگرفتن هزینه ترانسپورت. یعنی دولت باید خدمت رو به کشورش میکنه، دولت چین، کشتی که میخواد برخواستن از چین بیاد تا ایران از این ترانسپورت نمیگیره، کرایه نمیگیره، سوبسیدی میخواد به اونها بده برای سوخت کشتیش استفاده میکنه. و این یعنی اون کشور در اصل توی کشور ما میسازه. بعضی کارها هم هست که نه، مثلا برفرض یک تولید کننده کلان ما داریم، مثلا صادر میخواد بکنه فرض مثلا به کشور تایوان، فرض میکنیم، صرف میکنه که بره کارخونه‌اش اونجا بزنه. الان مثلا در کشور، مثلا من ژاپن رفته بودم اول دهه 90 میلادی، رفتم شرکت سونی. شرکت سونی که رفتم خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، یعنی بیش از تصورتون بزرگه. با اینکه از نظر رده بندی توی ژاپن بین 10 تا 12 جز کالای درجه 1 ژاپن هم نیست. بعد ما که کارمون تموم شد میمدیم بیرون، دیدم یه جا چیز گذاشتن، یه سری بستهای زیادی واسه من روش برزنت کشیدن. بی مترجم گفتم بی رانده بود نگه داشت. گفتم زیر چیه؟ گفت که اون همراه ما که بستونیم تا دم در مار هم بکنه خندید، گفت اون زیر چیز. گفتم نباید بزنی زیر چیه؟ گفت چطور؟ گفتم سونی تا ببخشید تو کله سگم تبلیغ میکنه، چطور روش اینا رو بسته؟ یه چیز زیر هست. گفت اجازه بدید من بپرسم. برگشتیم رفتم اونجا پرسیدم، بعد اون مدیرشون اومد و گفت بریم باز کنیم. رفتم نگاه کردم، دیدیم دادم برسم، دیدم تمام این دوربین فیلم برداری دنیا مارکای مختلف چه ساخته میشه، جی وی سی اونجا ساخته میشه، تا زیمنس آلمان، تا تلکام، تا آر سی آی آمریکا، همه اینجا ساخته میشه. ژاپن سفارش، سونی سفارش میگیره و میسازه، چه کار خوبی هم هست، براشون خط تولید میزنه، سفارش میگیره، مثلا برفرض با این سیستم، با این سیستم، با این سیستم براشون کار انجام میده، اجرتشون میگیره. مثلا من تایوان که رفته بودم، تایوان درسته کشور بزرگی نیست، اما درس بزرگ اونجا گرفتم. مثلا من رفتم به کارخونه آب، دیدم که عجب، من تایپه بودم، این آب اونجا بود، این اینجا 6 7 آب تولید میکنه. گفتم چطور شما یه 6 7؟ گفت نه، ما با هم هماهنگ کردیم، ما با دیزاین اونها، با لیبل اونها، با آنالیز اونها اینجا آب تولید میکنیم، به اسم اونها میدیم، اونها برام اونجا انجام میدن، ما هزینه ترانسپورت ندیم، وسط ماشینا مثلا 500 کیلومتر نرن بیان. ببینید فکره، کمک به اقتصاد کشورشونه، استهلاک استهلاک ماشین در نظر میگیرم. خوبی، خیلی موثر، چیز خوبیست. بعضی وقتا لازم هست که مثلا ما تولید میکنیم، بعد که راه افتادیم بازار رو پیدا کردیم، ما کارخونه رو توی هم چیز کنیم، به اونجا به انتقال بدیم، به اونجا اونجا تولید بکنیم. اینا دولت باید کمک بکنه، دولت باید کمک بکنه. طرح اصلاح اتحادیه کارگری و صنعتی که این یکی از چیزهاییست که باید با وزارت کار هماهنگ بکنند، با تامین اجتماعی هماهنگ بشه، با صنایع هماهنگ بشه و باید اصلاح بشه، چون خیلی مشکل داره، چون اینا یک متولی درست ندارن، اینا هر کس برای خودشه و طبق اون مهر نماز و امثال و رابطه‌ای که هست، که هیچ متخصص سر کار نیست و این یعنی نابودی. باید کسایی بیان در اصل این کار قرار بگیرن که از کارگری شروع کردن به اینجا رسیدند، از کارشون بازنشسته شدن بیان اینجا و برای درد رو بفهمند، درد بدونند، اشکالات کار رو بدونند، تا بتونن کمک کنن که رشد کنه. نه که آقا طرف مسجد درفته، این طرف فرانکار، اینا یعنی چه یعنی کنه پشت بود، باید توان طرف رو بسنجه، کار که امیر کبیر میکرد. اینه تحریف که من خیلی خوشم میاد ازش، تری گردش که نوجوان جوان در دیگر کشورها، این پیشنهاده که جوانهای ما، بچه های ما، نوجوان ها کشور دیگر ببینند، فرهنگ‌های مختلف رو ببینند، آب و هوای مختلف رو ببینند، کارخانجات مختلف رو ببینند. و این خیلی خوبه.
هم اگه خاطره خوشم داشته باشن پس به ازدواج هم کنن، همون کم کشور بازدید میکنن که تو تر توریست متقابلش هم هست، از کشور دیگه کشور ما بیان. من اینو آلمان سال 1992-93 بود تو بن اعلام کردم، توی جلسه بود به توریست گفتم بچه ها رو بیارید، هم درست عرق نداری فران سکسیس قمار نیست، اما بچه ها رو بیارید جزیره کیش رو چند تا جزیره دیگه آباد کنید، بیان اونجا آفتاب بخونید، یه خاطره خوش بذارید که این بزرگ شد یکی از 20% تا 30% اول جایی که برم بازارشون برم این کشور رو ببینم، برم ایران رو ببینم. و این خیلی چیز خوبی است، یه تحول در دنیا است، یه حرکت و یک آشنایی است با فرهنگ‌های مختلف، با آب و هوای مختلف، با اقلیم‌های مختلف، اینا اثر گذاره. طرح جامعه بازیافت زباله پیشنهادش هست که این خیلی موثره. آلمانی که موفق این کشور توی قصه بوده که قطعا از کارشناس باید پیشنهاد دارم استفاده بکنن، همش پیشنهاد دوستان، من نمیگم من میکنم، بهش پیشنهاده و استفاده بکنن و خیلی کار خوب میشه باز بازیافت انجام داد. طلای کثیفش میگن و واقعا جای کار داره. تر تمرکز زدایی ادارات، بله وقتی که ما ادارات رو تمرکز زدایی بکنیم صرفه‌جویی در خیلی چیزا میشه، من جمله سوخت، وقت، استراک ماشینالات و وقت انسان ها، سریعتر به کارشون رسیدن، یه کار 10-15 سال ظرف 10-15 سال انجام دادن، اینا بی نهایت مؤثره. میگن وقت طلاست، ولی حرف درستی نیست، چون طلا قیمت داره ولی وقت قیمت نداره، عمر انسان ارزش داره. این تصمیم ده در کار تر احیای آب زیرزمینی که یکی از طرحهاییست که واقعا دغدغه کشور هست، دغدغه شاهزادن هست و دارن روش کار میکنن. جالب بهتون بگم ایشون 30-40% انرژیشون رو الان میذارن روی کار گوشه رو بحث آبرسانی، تر آب بره کشور، چون ایشون میدونه که اگه آب نباشه خیلی کارا نمیشه کرد و اینا رو میشه احیا کرد با زدن بالغ بر 2000-2500 تا سطح خاکی کوچیک، جمع‌آوری سطح آب سطحی و اینا رو هدایت کردن به بنابر زیرزمینی میشه احیا کرد. خیلی سخته اما میشه، اینا نابود کردن اما شدنی هست. تر گسترش باغ‌های میوه به صورت کاملا ارگانیک، این شدنی هست، دیگه سمپاشی نکنند، دیگه کود شیمیایی ندند، چون کود شیمیایی دوستان میدونید که وقتی میره پای میره از زمین رد میشه میره، بعد این نیتریت و نیتراز وارد آب میکنه، آب زیر زمینی میکنه، آلوده میکنه، محیط آلوده میکنه. این چیز کوچیک است، به کفش و زمین قرمز دیده باشید، اینا بهترین حشری در دنیاست که برای باغات و برای اینا خیلی، برای شاته، برای همه چی خوبه که اینا اصلا صادر میکنن اخیرا. و جالبه که این تنها حشری است در دنیا که هیچ پرنده‌ای رو نمیخوره، چون نقطه‌ای روش که میبینید 4 تا نقطه، 6 نقطه، 8 نقطه، اینا سمی هستند، پرنده‌ها بخورن خودشون میمیرن. در نتیجه اینا جوری ساخته شدن کارشون همینه، پاکسازی درخت‌ها، جنگل‌ها و هر جایی که از اینا پاکسازی میکنن، نمیذارن که این چیزای مزاحم حساب یا مخرب بتونن بمیرن اثر بزنن. و یه سری کارهایی هم میشه کرد که برای اگه آب خوبی پای درخت ها بره آلودگی هم کمتر است. آب فاضلا و ابزار هم درسته که ریشه های درخت کار خودش میکنه، اما محیط رو خراب میکنه، فضا رو خراب میکنه، هوا رو خراب میکنه و میوه ها مشکل برمیخورند. که این یکی از طرحهایی که باید اجرا بشه و دنیا هم نیاز به این قضیه داره. ما آب و هواشو داریم، ما آفتابشو داریم، آفتاب خودش بهترین چیز برای قصه است که حالا بعد با مثلا برفرض فاصله حفظ فاصله درخت ها، هرس کردن مرتب درخت ها، فرض یه درخت 2-3 کیلو میوه کمتر بده، اما اگه هرسش درست بکنیم آفتاب به همش برسه، خودش بهترین گنزه داست آفتاب. تر اجازه سپاه دانش و بهداشت تجاوزی که تر قبل از انقلاب بوده و قطعا بر اساس همون دوباره هماهنگ میکنن و این کارا به اونجا میرسونن. تر باروری ابرها، تریس که اینا چند بار تو کشور اجرا کردند و اکوسیستم ابرها رو به هم زدن متاسفانه. در تبریز باروری کردن، در افغانستان بارید. کار کیفیت هرگز اتفاقی نمیشه دوستان، کیفیت هرگز اتفاقی نیست، باید کار بشه. رفتن کاری کردن مثلا با مواد ارزان، آدمای ارزان که کمیسیون خودشونو بگیرن و متاسفانه یک سری مقدار اکوسیستم به هم زدن، ولی قابل جبرانه، قابل جبران است. برای باروری ابرها کمک زیادی، خیلی زیادی خواهد کرد و این کار خواهیم کرد،
چون ما دو سری ابر داریم، یه سری از اروپا میاد، یه سری از زاگرس میاد، که ابرهای زاگرس خیلی ابر خوبی هستند، سالت ابر هستند. اونی که از اروپا میاد مقداری تو شاید آلودگی باشه، مال زاگرس اصلا آلودگی هم نداره. که حالا بعد رو بحث اینها صحبت خواهیم کرد، رفتم اینو پیشنهاد دادم و اونا باید کار کنن روش که این بالای ابرها کمک کنه به احیای آبای زیرزمینی و همچنین محیط زیست، کمک کنه به شستن ما. اگر بتونیم خاکهای شور رو، مثلا بخشی از کویر رو 10 سانتیش رو بشوریم، با آب شسته بشه، شوریش گرفته بشه، میشه چیزی کاشت. که تو کار تحقیقاتی و صحبت خواهیم تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.